با درود خدمت شما رضا خانتاراج هستم با قسمت ششم از استراتژی معاملاتی بر اساس نواحی در خدمت شما هستم تو قسمت های گذشته ما چهار سناریو مواجهه قیمت با یه ناحیه رو بررسی کردیم امروز نوبت میرسه به سناریو پنجم سناریو برگشت بعد از فول بادی بریک اوت. این سناریو رو ما قبلا راجبش صحبت کردیم تحت عنوان فالس بریک اوت یا شکست ناقص ما یه ناحیه داریم قیمت حرکت میکنه به سمت ناحیهمون اتفاقی که میفته یکی از سناریوها ما سناریوهای گذشته رو در واقع کاملا داریم یکی از سناریوهایی که اینجا پیش میاد اینه که کندل فول بادی بریک اوت رو میبینیم میبینیم که بایرها تونستن بالای ناحیهمون با یه کندلی بیش از 50 درصد و بدنه یا قدرت اون ناحیه رو بشکنن اما بعضی مواقع اتفاقی که میفته این یه سیگنال اشتباهه یعنی اینکه کاملا بعد از این کندل سلرا میان بازار رو دستشون میگیرن اینجا نمایش ما به صورت بریش انگلفینگ میتونه هر نوع نوع مختلفی کندلستیک باشه اما هدف ما اینه که به شما بگیم که در حقیقت توی این آموزش چجوری میتونین از این ترید بکنین اتفاقی که اینجا میفته بعد از این فالس بریک اوت قیمت کاملا میریزه خیلی از کسایی که اون بالا بای زده بودن در واقع استاپلاساشون میخوره چون جای بدی بای زدن چون قدرت کند رو نگاه نکردن چون کندل خونی نکردن حال یه سناریوی برگشتی هست اینجا و برای کسایی که همیشه منتظر در واقع ترید در جهت ریورسال هستن این سناریو کاربرد داره نقطه ورود و خروج ما در واقع زیر کندل برگشتیمون ما میتونه باشه زیر کندلی که فالس بریک اوت رو برای ما مسجل کرده بعد از بسته شدنش و استاپلاسمون به تب بالای اون ناحیه قرار میگیره استاپلاس همیشه باید جای خوبی باشه میتونه یکی از روش هایی باشه که قبلا هم گفتم بیشتره شاید 70 درصد یا 80 درصد بریک اوت ها منجر به فالس بریک اوت میشه به خاطر اینکه خیلی ها تشخیص میدن میرن توی اون بازار اما اوردرای سنگینی که وجود داره اون قیمت رو درایو میکنه به سمت پایین بریم با چند تا مثال این روش رو بیشتر برای شما توضیح بدم یه ناحیه بسیار قوی داریم هیچ شکی توی این ناحیه نداریم ناحیه و ارزو، و تقاضا خیلی از بچه ها توی قسمت های گذشته در مورد نواحی سوال کردن میتونم ارجاشون بدم ما راجع به نواحی تقریبا تو همه ویدیو ها صحبت کردیم ویدیوهای مختلفی راجع به خود حمایت و ساپورت داریم راجع به عرض و تقاضا داریم و در طول کل وبینارها ما مرتب نواحی رو تمرین کرد. تمرین کردیم تمرین کردیم تمرین کردیم ناحیه نمیشه معمولا به صورت یک ویدیو در بیاد به خاطر اینکه یه کار تمرینیه و در حقیقت باید شما ویدیوها رو ببینین تا آپدیت بشین شین که در طول زمان من چجوری ناحیه رو تایم میکنم پس خیلی شما رو ترغیب میکنم تشویق میکنم به اینکه برین ویدیوهای گذشته رو حتما ببینین خیلی از بچه ها در مورد الگوی استیک پرس دادن راجع به الگوی استیک هم ما ویدیوهای زیادی داریم حتما برین اونها رو تماشا کنین اما اینجا قیمت کاملا نشون میده که میخواد حرکت کنه در واقع بایرا دستشون قیمت رو حرکت کنه بیاد بالا میاد 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 میاد, میاد بالا حتی به ما نشون میده که اینجا بایرها قوی هستن یک کندل فول بادی بریک اوت رو میبینیم اما بعد از دیدن این کندل فول بادی بریک اوت همینجوری که قبلا در واقع سلرها قدرت نمایی کردن به یک باره انگار قدرت بایر ها صفر میشه کاملا حرکت بر و یک کندل قوی در جهت نزولی میده اینجا در واقع وقتی من این کندل نزولی رو میبینم کاملا متقاعد میشم که اینجا سلرها کاملا دستشون گرفتن بازارو و اتفاقی که میفته کسایی که بی اینجا بای زدن یا از سناریوی یک ما استفاده کردن دو ما استفاده کردن توی حرکت در واقع شکست اومدن بای زدن و حالت اسکلپ داشته معاملشون معاملش رو نبستن به یک باره میاد اون اردرای که بای زده شده یه اردر سل شکل میگیره و به واسطه خوردن استاپلاس ها توی این محدوده کاملا قیمت میریزه و یه فشار مضاعفی در جهت نزولی اینجا تو این چارت ایجاد میشه این کاملا نمونه بارز فالس بریک اوته یه در واقع شکستی رو نشون داده اما اون شکست شکست ناقص بوده نقطه ورود ما میتونه زیر این کندل باشه نقطه خروج ما استاپلاس ما بالای این ناحیه یه مثال دیگه خیلی خوبی که میتونیم بزنیم و خیلی کاربرده این فالس بریک است که از روی این ناحیه قوی نگاه کنید چقدر ناحیه ما قویه هر کسی این ناحیه رو نتونه تشخیص بده میتونم بگم کاملا باید بره دوره رو از اول از ابتدا بگذرانه کندلا با شما صحبت میکنه اول از اینکه بیام به اینجا در واقع بپردازم من ناحیه رو تشخیص دادم لحظه ای که قیمت با این شدت و حدت ریخته نگاه کنین اینجا الان میتونم بگم چارتی که ما قبلا بررسی کردیم یه فالس بریک اوت داشتیم از ناحیه بالا که بسیارم زیبا بود نقطه ورودمون به تب برسه به اینجا من اون معاملم رو بستم حالا یک به یک یک به دو ما شرطمون برای ورود به این معامله یک به یک اومده ریخته و اتفاقی که افتاده ما یک کندل فول بادی بریک اوت نشون دادیم فالس یه به اشتباه شما رو انداخته مارکت نشون داده که داره میریزه اما به ناگهان با یه اردر سنگین که معمولا شاید فالس بریک اوت بعد از خبر یا قبل از خبر اتفاق بیفته میتونه عامل خوبی باشه که بایرا و سلرا تغییر جهت بدن و اوردر سنگینی در هنگام سخنرانی شاید این اتفاق بیفته عوامل مختلفی داره اما ما تکنیکالش رو بررسی میکنیم اگه در مورد خبرها میخواین بدونین باز ویدیوی آموزشی دیگه ای ما راجع به خبر در گذشته تهیه کردیم میتونیم به اونا مراجعه کنیم اما اینجا چه اتفاقی میفته کاملا سلرا نشون میدن یه عالم تعداد زیادی سل میزنن تو این مسیر نزولی اما بازار بلافاصله بعد از بسته شدن این کندل سیر رو شروع میکنه و یه کندلی میزنه که شاید 7 8 تا کندل قبل سلش رو کندلایی که نقطه ضعفش بود رو کامل کاور میکنه این قدرت کندل رو که من ببینم کاملا متقاعد میشم که بازار فالس بریک اوته نقطه ورودم میتونه کلوز این کندله باشه که به صورت حالا خیلی از بچه ها شاید این رو به صورت بولیش انگولفین ببینن یا هر الگوی دیگه ای من اسم میبرم فقط به خاطر اینکه شما میتونین آشنا هستین با نوع و اسم کندل استیکا اما همین فشاره منو متقاعد میکنه کلوز این کندله و در واقع میتونم بگم استاپلاسم هم زیر این ناحیه تارگت من ناحیه بعدی همونجوری که میبینین رسیده به ناحیه بعدی دوباره واکنش داده خیلی جالبه تو این چارت ما سناریوی چاروم هم داریم که در واقع برگشته از این بالا یه بار از ناحیه مقابل اومده قیمت نگاه کنین چقدر قشنگ رفته بالا که اینجا معامله سل هم بوده کاملا قیمت اومده اینجا فشار رو نشون داده اینجا یه برگشت زده تا زل مقابل این در واقع ناحیه دوباره تو ناحیه پایین دوباره برگشت زده یعنی یه چارت معمولی شاید بتونم بگم یک دو سه چهار تا ترید داشتیم روش از یه دونه چارت معمولی ما چهار بار فرصت ترید داشتیم برای همینه که توی واچ لیست من خیلی به بچه ها تذکر میدم یادآوری میکنم و در واقع تشویق میکنم بچه ها رو که هر روز هر هفته برای خودشون یه واچ لیست جدید بر اساس بهترین حرکت قیمتی داشته باشن این یه دلیل و برهان برای این ادعاست بریم سراغ چارت بعدی بعضی مواقع الان یه چارت دیگه ای رو داریم بعضی مواقع ما فالس بریک اوت رو به صورت یه پین بار میبینیم خیلی مهمه این پین بار خیلی از بچه ها این پین بار رو نمی بینن و در واقع این پین بار شکلش به خاطر اینه که خیلی از لحظه در واقع این بریک اوت اومدن بای زدن خیلی از کسایی که این جا تو این مسیر بای زده بودن تیک پرافیت هاشون میخوره و اتفاقی که میفته بازار میره و سری میریزه برای همینه یه دلیلی که ما رو مووینگ دیتا ترید نمیکنیم من اگر بخوام ترید کنم اینجا رو زیر بسته شدن این پینبار ترید نمیکنم اشتباه محض با دیدن پینبار من قانع نمیشم اجازه میدم این سه تا کندل الگو زده بشه الگوش رو نام نمیبرم کاملا تو این ستا کندل نشون داده میشه که فشار به سمت سله و زیر لحظه بسته شدن این کندل من سل رو میگیرم استاپلاس هم این بالا تیک پرافیت هم همون جوری که میبینین اگر یک به سه هم بود میخورد یک به چهار هم حتی اگه بود میخورد پس یه ترید بسیار عالی اما بریم سراغ یه ترید دیگه این ترید هم خیلی جالبه ترید عالی که داریم میبینیم از روی این چارت خیلی قشنگ اینجا کاملا یک کی لول داریم من اسمش رو میزنم کی لول کاملا لارج بولیش کندل داریم میبینیم که روی ناحیه‌مون بسته شده یک کندل سعودی قوی فول بادی بریک اوت نشون داده فول بادی بریک اما بعدش بلافاصله سلرا قیمت رو دستشون گرفتن و آوردن پایین در حقیقت یکی از میتونم بگم قوی ترین استراتژی هایی میتونه باشه همونجوری که میدونیم ما دو نوع استراتژی داریم استراتژی هایی که در جهت حرکت قیمته مثل استراتژی های بریک اوت و استراتژی که در خلاف جهت حرکت قیمته دقیقا اینها جزء استراتژی یا برگردیم به چارت قبل جزء استراتژیایی که در خلاف جهت مارکته یعنی مثلا تو اون مثال قبل حرکت نزولی ما میخوایم دنبال باییم حرکت سعودی اینجا ما دنبال سل هستیم دوباره حرکت نزولی ما دنبال بای هستیم یه مقدار شاید نیاز به تجربه داشته باشه حتما تشویق میکنم شما رو اگر آشنایی ندارین مبانی رو ابتدا یاد بگیریم توی حساب دمو حداقل با هر کدوم الان این قسمت قسمت آخر این حرکت قیمت بر اساس نباهیه پنج تا سناریوی مختلف رو داریم ما این سناریوها رو به عنوان کم ریسک‌ترین سناریوهای کاربردی میتونیم یاد بگیریم هر کدوم اینا یک استراتژیه پس الان قیمت داره حرکت میکنه به سمت ناحیه شما میتونین منتظر یکی از این سناریوها باشین شما خیلی مهمه که توی حساب دمو هر کدوم از این استراتژی ها رو حداقل پنجاه بار تست کنین بیاین آمار بگیرین در طول اون پنجاه بار کدوم یکی از این در واقع سناریو برای شما سودآورتر بوده بعد دیگه استراتژیتون رو به و بنویسین بر اساس اون توی آموزش های بعدی ما میریم سراغ الگوهای قیمتی و چجوری ما میتونیم از این پنج تا سناریو در مقابله با الگوهای قیمتی استفاده کنیم بسیار سپاسگزارم که آموزش امروز رو هم دیدین منتظر نظرات شما هستم حتما اگر عضو یوتیوب یا تلگرام ما نیستین یا اینستاگرام ما از طریق لینک های زیر به یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام ما دسترسی داشته باشیم منتظر حضور شما تو وبینارهای هفتگی هم هستم.